به نام خداوند بزرگ به خبرهای ساعت 8 شب از تلویزیون بیگ خوش آمدید. امروز چهارشنبه 25 ثور 1398 خورشیدی است که مصادف می شود به 15 می 2019 میلادی. نخواست سرخط چند خبر مهم. تداوی شدن یک فرد معتاد به مواد مخدر بعد از نشر گزارش تلویزیون بیگ از سوی اقاربش. کشته شدن بیش از 50 تن از افراد طالبان در نقاط مختلف کشور. و در اخیر هم افزایش خشونت ها علیه مسلمانان در سریلانکا. مشروع خبرها با من محمود رسولی. فردی که مصاب به مواد مخدر بود بعد از نشر گزارشی از تلویزیون بیک از سوی اقاربش تداوی و صحت یاب شده است. با گفته شهردار شهر میمنه، او حالا در یکی از بستها در این ریاست کار میکند. شهردار شهر میمنه ضمن ابراز قدردانی از تلویزیون بیگ گفته است که تلویزیون بیگ با نشر این گزارش یک فرد معتاد را در آغوش خانوادهش بازگشتانده و سرنوشت او را رقم زده است. ماجرایی که چندی قبل سرخط خبر تلویزیون بیگ شده بود. سید قدوس یکی از معتادین در این محل بود و باش دارد، باشنده اصلی ولایت فاریاب می باشد. او در آن زمان یک فرد معتاد به مواد مخدر بود. گزارشگران بخش خبری من زوایای مختلف زندگی او را به تصویر کشیدند. او تحصیل کرده ی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی است. اما نابرابری و نابسامانی های زمان او را واداشته تا به پدیده شوم مواد مخدر رو بیاورد و از این باعث سخت رنج می کشید، چنانچه که خودش با ابیات شیری از ضررهای مواد مخدر چنین می گوید: دردا که خانواده معتاد در غمش چون مرغ سربریده چنان پرک می زند، هر یک کیلوی پودرتان چند در تلف، بدتر ز موشک است به کنرک می زند. بعد از نشر گزارش معتاد شدن وی از طریق تلویزیون بیگ، اقارب وی از حال رنج برده حالات آگاه شده و برای تداوی وی کوشیدند تا اینکه او صحت یاب گردد. بعد از مدتی به اثر سعی و تلاش خانواده و دوستانش، او از پدیده ننگین مواد مخدر دوری جسته و تا آنجا که به عنوان یک شخص سالم تقدیم جامعه شده است. او بعد از صحت یاب شدن در ریاست شهرداری شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب به کار گماشته شد و از وی به عنوان یک کادر یاد می شود. در ویدیویی که از طریق صفحه رسمی شهرداری فاریاب به نشر رسیده، انجینر احمد جاوید کیوان شهردار شهر میمنه از تلویزیون بیگ بابت نشر گزارش در مورد حیات گذشته سید قدوس غزاری، یکی از کادرهای ولایت فاریاب، ابراز خرسندی کرده است. مصاحبه سید قدوس خان غزاری، یکی از باشندگان فاریاب که در تلویزیون بیگ تیوی جوزجان صورت گرفته بود. آقای کیوان سید قدوس غزاری با عنوان شاعر، نویسنده و یکی از کادرهای این ولا یاد می کند. یکی از کادرهای ما که نویسنده، شاعر، حقوقدان بوده. او همکنون صحت کامل یافته و در چوکات ریاست شهرداری ولایت فاریاب ایفای وظیفه می کند. بیکاری ده اوش بلاسه بازه که کته بلاس، اول بلاس فست، دوم بلاس احتیاج ده، سوم بلاس کهالت ده. در چند سال اخیر به خاطر تداوی افراد معتاد به مواد مخدر از سوی وزارت صحت عامه کشور پول گزافی به مصرف رسیده است، اما با آن هم شمار افراد معتاد به مواد مخدر در کشور روز به روز افزایش می‌یابد.
کمیسیون تدارکات ملی در نشست 21 پروژه را به ارزش 1.8 میلیارد افغانی منظور کرد. این نشست که به ریاست دکتر عبدالله عبدالله رئیس جمهوری کشور در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، در آن 21 پروژه به ارزش 1.8 میلیارد افغانی منظور گردید. این پروژه ها شامل اعمار 6.5 کیلومتر سرک در منطقه علی آباد ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ، سرک پارک صنعتی و چندین پروژه دیگر می باشد که از سوی این کمیته منصور گردیده است. نشست تدارکات ملی تحت ریاست دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید. در این نشست 21 پروژه به ارزش 1.8 میلیارد افغانی منظور شد. این پروژه ها شامل اعمار 6.5 کیلومتر سرک در منطقه علی آباد ولسوالی نهرشاهی در ولایت بلخ، اعمار سرک پارک صنعتی با طول 2 کیلومتر در پل چرخی کابل، اعمار شبکه آبرسانی در مرکز ولایت بادغیس، اعمار مبست در ولایت هرات و پروژه تهیه و تدارکات 65 قلم تجهیزات قلبی در دانشگاه کابل می باشد. همچنان در این نشست کمیسیون تدارکات ملی درخواست تعدیل پروژه های تهیه و تدارک تجهیزات شب توزیع برق ولسوالی گرشک هلمند، تدارک ترانسفورمر و پایه های برق کابل و قرارداد ترمیم سرک سالنگ شمالی به طول 9.9 کیلومتر را نیز مورد تایید قرار داد. همچنان کمیسیون تدارکات ملی هیئت را به منظور بررسی پروژه های بزرگ که تطبیق آن پیشرفت نداشته و یا هم متوقف هست تعیین نمود تا مشکلات را بررسی نمایند. ستن از جوانان از طبقه ذکور و ایناس در شهر شبرغان دانش انتخاباتی را فرا گرفتند. این برنامه برای ستن از جوانان از سوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات ولایت جوزجان برانداخته شده است. کسانی که در این برنامه دانش انتخاباتی را فرا گرفتند قرار هست در آینده به حیث کارمندان کمیسیون انتخابات کار کنند. 100 تن از جوانان آموزش یک ماه را در بخش آموزش دانش انتخاباتی در جوزجان سپری کردند. نقیب الله اسحاق زی مسئول بنیاد شفاف انتخابات در جوزجان میگوید این برنامه را به خاطر بلند بردن سطح آگاهی جوانان درباره انتخابات در این ولایت دایر کردند تا اینکه انتخابات پیشرو به دور از تقلب و تخطی های انتخاباتی سپری شود. به گفته او در انتخابات پیشرو از این تعداد جوانان آموزش دیده به خاطر شفاف بودن انتخابات منحیث کارمند استفاده خواهند کرد. او افزود در این برنامه 100 تن از جوانان اعم از طبقه ذکور و اوناس اشتراک کرده بودند و دانش انتخابات را کسب کردند. خوشبختانه فیفا یک برنامه آموزشی یک ماهه را که از ماه حدود شروع شد تا دهی عمل ادامه داشت در جوزجان برای 100 تن از جوانان هم طبقه ذکور و اوناس برگزار کرد. و خوشبخت کنم برنامه یک ماهی ما که دانش انتخاباتی بود به اتمام یا فاطمه یاد. در همین حال تعدادی از اشتراک کنندگان این برنامه میگویند آنها معلومات کافی را در مورد روند انتخابات شفاف آموزش دیدند و می توانند در انتخابات آینده نقش بارزی را در مورد انتخابات شفاف داشته باشند. تمام موضوعات بر ما روشن شده و انشالله ما می توانیم با پیاده کردن در عمل زمی برنامه‌ای که ما آموختیم در عمل را پیاده بکنیم. در برنامه‌ای که در پیش رو داریم یک برنامه کاملا مستفید و یک برنامه کاملا با ارزش بود. این برنامه از طرف بنیاد انتخابات شفاف افغانستان در حالی در ولایت جوزجان دایر شد که نتایج انتخابات گذشته به تأخیر بیشتر از 6 ماه اعلان شد و انتقادهای زیادی را در پی داشت. در اثر عملیات‌های مشترک نیروهای امنیتی در ولایت‌های پکتیا و غزنی نزدیک به 100 تن از اعضای گروه طالبان کشته و زخمی شدند. قلردوی 231 تندر با پخش خبرنامه گفته است که در اثر عملیات مشترک نیروهای امنیتی در ولایت‌های غزنی و پکتیا 90 تن از اعضای گروه طالبان به شمول یک قمندان شبکه حقانی به نام حافظ رشید کشته شده و 19 تن دیگرشان سوی نیروهای امنیتی دستگیر گردیدند.
در اثر عملیات مشترک نیروهای امنیتی در ولایت‌های پکتیا و غزنی 90 تن از اعضای گروه طالبان کشته و زخمی شدند. در اثر عملیات نیروهای ائتلاف هوایی در ولسوالی اندر و دهیک ولایت غزنی و ولسوالی دایمیرداد ولایت میدانوردک و مربوطات ولسوالی برمل ولایت پکتیا 33 تن از اعضای گروه طالبان کشته شدند و همچنان در نتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتی در ولسوالی اندر ولایت غزنی نیز 44 تن از افراد گروه طالبان کشته شده و 11 تن دیگرشان از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شدند و همچنان یک مرکز طالبان در این ولسوالی نیز از سوی نیروهای امنیتی از بین برده شده است و همچنان در اثر عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی اسپیره ولایت خوست نیز 6 تن از افراد گروه طالبان کشته شده و 8 تن دیگرشان از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شدند. قل اردوی 203 تندر همچنان گفته است که در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا نیز یک قماندان شبکه حقانی به نام حافظ رشید در اثر انفجار دو حلقه ماین دست ساختهشان با 15 تن از اعضای گروه طالبان کشته شده و 18 تن دیگرشان جراحت برداشتند و همچنان تیم ماین پاکی این قل اردو نیز دو حلقه ماین را از مربوطات ولایت های غزنی و خوست کشف و خونسا کردند. این بود خبرهای داخلی. این ساعت خبرهای خارجی پس از رفت و برگشت کوتاه تقدیمتان می‌گردد. با ما باشید. با خبرهای خارجی این ساعت خوش آمدید. یک مقام نظامی بریتانیا گفته است که شاهد افزایش تهدید از سوی گروه‌های شبه نظامی متحد ایران در عراق و سوریه نبوده است. با این حال ساعتی بعد فرماندهی مرکزی آمریکا در بیانیه اظهارات جنرال کلیسکی کاک معاون فرمانده ائتلاف تحت رهبری آمریکا در نبرد با داعش اسرا رد کرده است. این در حالی است که تنش میان آمریکا و ایران در هفته های اخیر بعد از تروریست قلمداد کردن سپاه پاسداران از سوی آمریکا در حال افزایش بوده است. یک مقام نظامی بریتانیا گفته است که شاهد افزایش تهدید از سوی گروه های شبه نظامی متحد ایران در عراق و سوریه نبوده است. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه نوشته است این اظهارات مغایر تهدیدهای شناسایی شده معتبری است که در دسترس دستگاه های اطلاعاتی آمریکا و متحدان آن در مورد نیروهای تحت حمایت ایران در منطقه قرار دارد. جنرال گیکا گفته بود نه، شاهد افزایش تهدید از سوی نیروهای مورد حمایت ایران در عراق و سوریه نبوده ایم. معلوم است که ما از حضور آنها آگاهیم و آنها را در کنار طیف بزرگ دیگری از سایر گروه ها زیر نظر داریم، چون ما اصولا در چنین محیطی فعالیت میکنیم. مقام های ارشد دولت آمریکا گفتند که اعزام ناو گروه USS ابراهام لینکن به آبهای خلیج فارس در واکنش به تحرکات و رفتارهای نگران کننده ایران صورت میگیرد. مایک پمپیو وزیر خارجه آمریکا گفته است ایالات متحده شاهد افزایش تحرکات ایران در منطقه بوده و تاکید کرد که هر عمله به منافع آمریکا در منطقه را از چشم ایران میبیند و افزود حتی اگر گروه های مثل حزب الله لبنان یا حوثی های یمن چنین اعمالی انجام دهند آمریکا ایران را مقصر میداند. پاتریک شانهان وزیر موقت دفاع آمریکا گفته است ما از رژیم ایران می خواهیم به همه تحریک ها پایان دهد. ما رژیم ایران را مسئول هر گونه حمله به نیروهای آمریکایی یا منافع آمریکا می دانیم. در پی افزایش تنش میان ایران و آمریکا در هفته های اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز به ایران هشدار داده که اگر مرتکب خطایی شود متحمل رنج زیادی خواهد شد. ارتش آمریکا ادعا کرده که دلیل افزایش نیروهای نظامی احتمال حمله ایران به نیروهای این کشور در خاورمیانه است. در پی بروز خشونت ها علیه جامعه مسلمانان در سریلانکا، دولت این کشور برای دومین شب پیاپی در سراسر این کشور در رفت آمد ها محدودیت وضع کرده است.
روز دوشنبه یک مرد مهاجم به تعدادی از مساجد و دکانهای مسلمانان در سریلانکا حمله کرد که در پی آن یک مرد مسلمان به ضرب چاقو کشته شد. این حملات حدود 3 هفته پس از بمبگذاری های مرگبار عید پاک در چند کلیسا و هتل در پایتخت این کشور رخ داده است. در پی بروز خشونت ها علیه جامعه مسلمانان در سریلانکا، دولت برای دومین شب پیهم در سرتاسر این کشور رفت آمد را ممنوع اعلام کرد. در حملات روز گذشته مرد مهاجم به تعداد از مسجد و مکانهای مسلمانان در سریلانکا حمله کردند و یک مرد مسلمان را با ضرب چاقو از بین بردند. این حملات حدود 3 هفته پس از بمباری های مرگبار اید پارک در چند کلیسا و هتل ها در کولمبو پایتخت سریلانکا رخ داده است. آن بمبگذاری های اسلامگرایی تندرو 253 نفر را کشته بر جا گذاشته است. پلیس اعلام کرده است حداقل 60 نفر از جمله رهبری یک گروه بوتایی تنراو را در رابطه با حمله روز گذشته دستگیر کرده است. همزمان سازمان ملل متحد با صدور بیانیه خواهان آرامش طرفین شده است. بنابر دستور مقامات محدودیت رفت آمد از ساعت 9 شب به وقت محلی اعلام می شود. پیشتر دولت سریلانکا از مردم خواسته بود که شمشیر و سلاح‌های سرد غیر ضروری خود را تحویل پلیس بدهند. ماموران پلیس در جستجوها و یورش‌های خود پس از حملات تا اکنون صدها قبضه سلاح را کشف و ضبط کرده اند. مقام های سریلانکا مسئولیت اجرای آن عملات را به عهده دو گروه اسلامگرایی افراطی گمنام، جماعت ملی توحید و جماعت حمن ابراهیم میگذارند. اما میگوید این دو گروه با گروه های خارجی مانند داعش رابطه داشت. رئیس جمهور سریلانکا گفته است هم اکنون نیروهای امنیتی و اطلاعاتی 7 کشور برای ریشه یابی این عملات با سریلانکا همکاری می کند. امریکا هم به علت کشته شدن چند شهروند این کشور در جریان این حملات چند افسر FBI را به سریلانکا اعزام کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره اعزام نیروهای آمریکایی برای مقابله با ایران را رد کرده است. آقای ترامپ با جعلی خواندن خبر نیویورک تایمز گفته است که قطعا آمادگی چنین کاری را ندارد. روزنامه نیویورک تایمز چندی قبل و نقل از شماری از مقامهای نظامی آمریکا از طرح این کشور برای اعزام 120 هزار نیرو در خاورمیانه خبر داده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره اعزام نیروهای آمریکایی برای مقابله با ایران را رد کرده است. آقای ترامپ در واکنش امروز خود با جعلی خواندن خبر نیویورک تایمز گفت قطعاً آمادگی چنین کار را در صورت نیاز خواهد داشت. پیشتر نیز در واکنش به این خبر مجید تخت روانجی نماینده ایران در سازمان ملل گزارش‌ها درباره اعزام 120 هزار سرباز آمریکایی به خاورمیانه را جنگ روانی خوانده بود. آقای روانچی در مصاحبه با شبکه خبری CNN به پرسش‌های درباره تنش‌های فرایند میان ایران و آمریکا پرداخته است. به گفته نماینده ایران در سازمان ملل، ادعای آمریکا مبنی بر تحریکات تهدیدآمیز ایران در خلیج فارس گفت این اطلاعات کاملا جعلی هستند. تمام آنها اطلاعات ساختگی بر اساس یک دستور کار کوتاه‌بینانه است که توسط افرادی در منطقه ما و واشنگتن دنبال می‌شود. او همچنین درباره گزارش نیویورک تایمز درباره طرح وزارت دفاع آمریکا یعنی پنتاگون برای اعزام 120 هزار نیرو به خاورمیانه گفت از نظر ما اینها جنگ روانی است. این بود خبرهای خارجی. ساعت حال به وضعیت آب و هوای چند ولایت از کشور و نرخ اسعار توجه کنید.
این بود مجموعه خبر این ساعت از تلویزیون بیگ. تا درود بعد، بدرود.